علی ابن ابی طالب علیه السلام مشهور به امام علی و امیر المؤمنین 23 سال قبل از هجرت چشم به جهان گشودن. ولادت آن حضرت در روز جمعه 13 همه رجب سال سی آمول در مکه و در درون کعبه واقع شده است. به همین مناسبت یازدهم تا چهاردهم ماه رجب به عنوان ایام بزرگداشت ولادت با سعادت حضرت اسد الله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نام گرفته است حضرت علی علیه السلام امام اول مسلمانان جهان صحابی راوی کاتب وحی و همچنین پسر امو و داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی علی، همسر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پدر و جد یازده امام معصوم علیهم السلام سلام می باشند. به گفته عالمان شیعه و بسیاری از علمای اهل تسنن نخستی مردی بودند که به پیامبر اسلام ایمان آوردند. و از نظر شیعیان امام علی علیه السلام به فرمان خدا و تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی جانشین بلا فصل رسول خدا می باشند. شخصیت ممتاز و ارزنده مولای متقیان اگرچه بیش از سایر نوابق بشری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است ولی باز هم درباره این شه ملک لافتا ناگفته های بسیاری وجود دارد و بیگمان قلم و زبان نویسندگان و گویندگان از بازگویی برازندگی های شخصیت یگانه آن امام بیمانند همچنان ناتوان و قاصر مانده است فضایل امیر آنقدر زیاد است که پیامبر اکرم فرمودند اگر تمام درختان قلم شوند و دریاها جوهر و جنیان حسابگر و آدمیان نویسنده نخواهند توانست فضائل علی ابن ابی طالب را شمارش کنند. بر پایه روایتی دیگر از پیامبر اکرم، بازگو کردن، نوشتن، نگاه کردن و گوش دادن به فضایل حضرت علی نوعی عبادت و باعث آمرزش گناهان می شود.